برو جلو دور بزن. کد 3111، کد 3111. جسارتی مطمئزه؟ چورتین یا مزاحمه؟ چیه؟ خلاف ادبه. شکر عرضی کنه؟ عرض کنه. چجوری بگم؟ بنده جورایی شما رو نشناسم. انگاری تو فیلم های زمان بچگی هم. مگه حالا چند سالته؟ قابل نره. گشتم پامو تو سی. تو چلم که بذاری تازه این بچه ها پا تو اچاله گذاشتی تو چا. برمای شما که خیلی درسته. ولی شما واسه حقیر آشناسی. عوضی گرفتی. کسی منو نمیشناسه. آهای زود باش نگردان، اونا من نمیخوام. ملتفتم مادام. ده خب ما هم واسه همین ناکامشو میذاریم. یا پیش شلوش فایسه. تو دیگه چرا آرتیست بازی در میاری؟ مگه تو چه خیالی؟ شما مگه تو چه خیالی هستی؟ این خانوم مسافره، از فروکا دارم میارمش. توی فرودگاه عمدن بقیه حرفامو نزدم تا سوءظن نیروهای انتظامی برطرف بشه. امیدوارم حداقل بهتون تفهیم شده باشه. تهران شهر هرت نیست. اینکه شما از فشار و ناملایمات روزگار به خلأ رسیدی که از مرگ میترسی. وگرنه هنرپیشه سینما از این استقبال دست کم دلهره نمایش میداد. منم ترسیدم. یعنی دلهره تو خونمه. ولی این دفعه رولم از دستم در رفت. علی‌رغم خروج غیرقانونی از کشور و نداشتن مدارک هویتی کامل، شما وارد مملکت شدی. چون هر ایرانی بدون سوء سابقه و جو روی این خاک حق آب و گل داره. خط و رفتت هم تو امریکا نه سیاسی بوده نه وابسته به گروهکی. کارنامه گذشته‌هات هم حوالت به خدای خودت. تا اینجا بی حسابی. جواد، این مسافرکش ها آدم تخصیه، یه وقت در نره. این سرکار خانم هم آزادانه با همون ماشینی که اومده هر چه خواست میتونه داره. شما نسبت به گذشته چه قضاوتی داری؟ جواب با کی قهری؟ با هیچکی جز خودم. پس چرا جواب من نمیدی؟ بازجوییه؟ نه، نوعی بازیابیه. توفاله کامرهای سابق این شهر دیگه دستمان کاغذی غیر قابل بازیافته. من جنازه لطوپارم رو به کول کشیدم و آوردم تا زیر خاک تهرون چالش کنم. خاک تهرون استخوندارتره. مرده از مرگ نمیترسه. فیلم بازی که نیست. نه، نوعی بازی زندگی پشت صحنه است. ستاره شبهای سابق این شهر صحنه بازی زندگیش پشت رو نداشته. هر کی روح فرسوده‌شو به کولش میاره قرار نیست زیر خاک تهرون دفنش بکنه. شما خودت نسبت به گذشتت چه قضاوتی داری؟ جواب با کی قهری؟ خدایش با هیچ غیر خودم. خب پس چرا جواب منو نمیدی؟
خب بلدید بازجویی کنید. کار منمش بازجویی از خودمه. به جایی هم رسیدی؟ من خیال ندارم بعد از تهران به هیچ کجای دیگه این دنیا برسم. تهران هنوز دنجه. یه گوشه پیدا میشه که کپه مرگمو بذارم. شهرت سابق شما ممکنه دنجی تهران رو به هم بزنه. پس بهتره که شما رو به همون اسم اصلیت سغرا گلاری بشناسی. تا اوضاع به نفع شما عوض بشه. مفهوم شد؟ آسوپاس دنبال نفع و ضرر نیست. اینم خلاصه تر. شما اسم چی آقا؟ اسم من؟ اسم من بچه تشابهی با اردشیر باتمان نداره. یه سیگار میکشم. بکش. دود فیلم‌های شما هنوز تو چشم مردمه. بی هیچ سانسور. ببینم. فیلم رسوای شهر رو دیدی؟ من همون رسوای شهرم که حالا شدم رسوای عالم. من از رسوایی نترسون آقا. شما با این تومار مغزید به جز سیگار چیزی دیگه هم میکشی؟ بشی سر جات بقیه حرفتو بگو. دیر نمیشه سیگارتو بکشی. بیا اینم سیگارم. دیگه بهونه چیه؟ حرف آخرتو بگو. بلم کن بذار برم. بفرما. برو هر کجا که منتظرت. من حرفی ندارم. هی آقا تو فکر کردی با یه نخاله طرفی که داره فیلم در میاره آره؟ تو فکر کردی با یه دشقیم طرفی که میخواد شکنجت کنه؟ من اصلا دیگه هیچی برام مهم نیست. هر بلای دلت میخواد سرم بیار. زودتر. این یکی حرف دیگه از اون دیالوگای فیلم فارسی بود. من خودم رگمو زدم اومدم ایران. معطل اسرائیل نمیشم بیا جونمو بگیره. پروندت میگه یه رگ معرفت لوتیگری تو وجودت هست. پس کوش. من حرفامو زدم، جوابشم گرفتم. بقیهش خودت و خدای خودت. زاربین بعیده که برگردم. ولی بهتره محدوده رو تحت نظر داشته باشه. من با یه درد بیدرمون اومدم تو وطن خودم بمیرم. اینقدر که حق دارم آقای منفرد. اگه مشکلی براتون پیش اومد میتونین با این شماره با من تماس بگیرید. این چند روز باقی مونده ای عمرم هر مشکلی منفعته. تماس میگیرم. حالا اگه شما از این خواهر لیلاجت یه شکلات بگیری گناه آقای منفرد. دست شما درد نکنه. شما بفرما برس به کارت. آدم مرده مراقب و محافظ نمیخواد. یه چیز دیگه بگم بعد برم. شاید از نظر شما من بارون دیدم اما گرگ نیستم. لابد از محتویات پروندم میدونیم که من زیر دست باتمان دیفسالار دروال دوره دیدم. ولی محاله که حدس بزنیم زیر سایه لطیف ملا باقر تلمازی هم دیده باشم. بله آقای مقامی سلام شب بخیر. منفرد هستم. خبر ماهواره ها تایید شد. خانم سغرا گلاری یا همون خانم مهوش ساعتی قبل وارد شد. ما پیرو هماهنگی تلاش کردیم ایشون راحت بتونه وارد کشور بشه. ممنونم آقای منفرد. امشب چی کاره ای مادمازل؟ قید کرایمونه بزنیم حله؟
ببین این باغ متروکه است، هیچ کم توش نیست. وایزت ما یه آلونک ناقابل حقیران هم داریم. آره بیا بابا. ای والا دستت درست. خیلی لارچی ها. اسکناس 100 دلاری میدی؟ پول ایرونی ندارم، بقیهشو 500 یا هزاری بده. کرایت چقدر میشه؟ همین قدرا میشه. تعقیب و گریز، تیر، کتک و چک، کلی هم علفی. خوبه چشترونیات هم حساب میکردی. برو کنار. کام میکنی؟ اومده ما رو مگسته زابرا کنه. تقیی تقیی با قلم تو زنده ای محوشه محوشه یه داری پشتی بیا تو خیلی قربونت برم. فکر میگردم کشتنه. خب خیالت نهشگی نیست. بامیه، باقلوا، شکری تازه شیرین، باقلوا. سلام آقا، گل بخنم، گلاش تازه است. نگاه کنین هنوز به گلبرگاش دست نخورده. سوارشه تمام گلبرگای دست نخورده تو یه جمع خرم دختر جان. ایوالا یا نباشه من خانم سوار نشو. یارو مشتری خال و گل روی صورتته جون مولا. ای روزگار یه چند تا پوکی دیگه هم با این تقیب و غلبات بسار جون مولا. قهوه قجاری میخورم، من دیگه برای شازده مز نمیرخصم. قهوه رقص خاله رنش بیارید، از رقص توبه کرد. تقیب فداد که تو زنده بمونه. کات کات یه آشان رو تکیم چیه قیده تو سنه بندادش بیرون. تو کی هستی؟ با تو هم حرف بزن. چرا قهوه منو خوردی؟ واسه اینکه دیگه واسه شازده ها نرخصی. قهوه قجریشم راستکی سمی بود جون مولا.
اومدم ببرمت دکتر. دکتر دکترایی تقی خونش پازره و صفرا بور. تو کی هستی؟ چرا این کارو کردی آقا تقی؟ آخوشو بفوتی؟ تقی پیش مرگته و برگرده جون مولا. نه آقا تقی، من اومدم هر طوری بتونم جبران کنم. تو جون منو خریدی. ستاره سهیل کجا بود؟ تقی که تو هفت آسمونم یه ستاره نره. برو به سلامه. من که شدم رو فوزه، نه باز دلم بسوزه. مهبش میگه دنیا رو ول کن تقی دو روزه. آی انگورنگو رنگو رین چراغ زنبو، هر کی عاشق بمونه نه بره ازمونه. مهبش میاد سراغش، جبکش خروز میکنه. آی انگور 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 اینت چراغ زن بود. من که شدم رو فوزه، نه باز دلم بسوزه. مهبش میگه دنیا رو بیخیل تقی دو روزه. آی انگور 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 اینه چراغ زن بود. نه آشو و نه بروا، با کس ندارم دوام. مهبش برام بخنده، هم حلوا هم باقلبا. عشقم کشیده حالا، مهبش بیادیم بالا. بابا کرم برقصم، آره به جونم اخلاخ. که چه زنبور زنبورم تومری، مهبش بیادیم. گردم جونم اخلاخ. باد خش بر نهشتی مهبش. چرا تقی؟ منم شلو کوفته شدم. تک خالتو بدم که هنو تک خالی جون مالا. به چشم تو اینجور میام باق لوای من. ببینم ناغلا، تو از کجا میدونستی من دارم میام پیشت که این اتاقو؟ به خیال مهبش. من اون اوایل چند بار اومدم اینجا نبودی. گفتم دیگه حتما به اتهام قتل بات بود. کاشدارم میزدن نبش. من اینجا بمونم برات درد سر نشه. درد سرت بسرم؟ جای تو اینجاست جون مولا. و تقی جان، ناراحت نشی. من شاید یه چند روزی بیشتر مهمونت نباشم. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکنه برم. کجا بری؟ زیر خاک. اونو که کلام تو زفی. به من ارفاق شده، افتادم جلوی صف. آیه ای هسته؟ نه جون تو، غزل خدافزیه. ستم جون مولا، ستم تو مار دارم دیگه. عمل جراحی هیچ فایده ای نداره. به چنگال اسرائیلم تقی.
من کیم؟ گفتم کیه؟ گربه نره جا زد. پینوکیو هم جون سالم به در برد. تو یه قروباهه؟ راستش به این چندرغازا ما هم دیگه نیستیم. روباه لاشخور، مگه محافظ داشت که نتونستی؟ نه نه، فقط همین مقدمات جراحی فراهم بشه از نظر من کافیه. علایه حالاً قصد ما خیره تا یک جراحی کامل و خوب و آبرومندانه صورت بگیره. البته شخصاً برای هزینه هاشم فکرایی دارم. پس شما به من اطلاع بده. متشکر. در خدمت. موردی اضطراری و احتیاطی پیش اومده آقای خانی. از مهوش چی میدونی؟ منظورم همون خانم سقرا گلاریه. سقرا گلاری؟ مهوش؟ اوه جون، سنگک برشته و خاشخاشی، دلم لگ زده بود براش. تقی نمیا، گوشت فردینی خدا بیامرز، بزنیم تو رگ حالشو ببریم. خدا یه جورایی منم بیامرزه، منم ببره تو رده خدا بیامرزای فیلم فارسی. معدن کرم نیامرزه بیکاره، تو که آمرزیده خدایی هستی مهوش، بی خیال دیگه. اون وقت ترازوی عدل خدا نمیلنگه؟ خدا قپون داره، قپون. بخور با، بخور نماساب گوشته. مأموریت اداری بنده همون دیشب فاتحش خونده شد. از اینجا به بعدم فکر کنید که پلاکم افتاده توی نایلون متمردها اخوی. جناب مقامی، خواهشن اسم ما رو از لیست هنرمندان سینماییتون خط بزنید. به اندازه کافی توی فیلماتون نقش فالانجا و چما به دستای رژیم به ما میدن. اون خانم خودشو جایی مخفی نکرده که حالا برای محله اختفاش بخوان جستجو بکنی. برای کمک کردن به اونم راهکارهایی وجود داره. مفهوم آقای مقامی؟ خدا حافظ. پرونده مهوش دیگه خوندن نداره. نمیخوام حال این باشه. کفش منو کجا بردی؟ بدش ببینم. اینجا زنها رو به قرعه میبرم. سر تو کلی دعوا شد. منم تو رو تقدیم کردم به پسر سرلشکر زهی. آخه من و تو با این سرلشکر زاده خیلی کار داری. حرفم شو. میخواستی زن خودتو بیاری. من که زن تو نیستم. ده! من تو را از اون بابای دائم الخمر رو عروسک بازت نخریدم که ترشی بندازم. بالات پول دادم، بازم میدم. سیب من خوردی ابریشم بده. من از تو سفته سفید امضا دارم. حالی چوت پتیاره؟ من دیگه از تو نمیترسم. به اندازه کافی زجر و شکنجم کردی. تو گوش من میزنی؟ میفرستم از کنار خیابونا. چه دیده؟ خیابونا شرف داره به اینجا. لاغل مردم نمیگن خوش به حال محمد. بایست سر شد. به خدای شیشه رو محکم میکنم تو سر خودم تا آبروی گردیدن بریزه. من محال اینجا توی این اتاق بمونم. باطمان از محوش دیمونه بترس. دست از سرم بردار. خیلی خوب. بفرمایید، بفرمایید سلش جزاده. محوش بیقرار شماست قربان. ۶۰۰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 ۰
حال کردی با عکسات؟ اینو ببین تقی، این مرد پوزیه وریه هنوز زنده است؟ خیلی پوفیوز بود. آره زنده است، فقط یه خورده پوفش یوزتره. بیا اینا رو برو جون مولا. دختر گلفروش، گلبانو، شهرزاد قصه گو، دختر بندری، عروس شهرانواد. این رو چی نوشته تقی؟ سفره خونین دلان؟ جون مولا، بریم سر سفره خونین دلان. دلم که میخواد، ولی بانداج سرم چرک شده، باید عوضش کنم. اعصابمو ریخته به هم. آخ باز سرتو بهش گفتن؟ دوبار تا حالا توی امریکا شکافتن تقی جان، دیگه هیچ فرقی نمی کنه. هوا افتابیه، به پاشه رو صورتت قوس و قزح میشه جون مولاها. تو فضولی نکن تقی، من خودم تهرون خوب میشناسم. گردخوره پاشنهاتم پیاده بابا، لا تو ندید بدید هنوز زیاده. آتقی سه چهار روز نمیدی با اقلباتو بگیری، مگه اصلی ترش بده کردی؟ اون دره میبینی؟ همومه، میشینم دم در تو بیای بیرون. تقی زود بیایی یا منو علاف نکنی یا بابا، یه عمره که ما حیرونتیم. همون جان ببینم با تو هم. من؟ بله با شما. دم در همون زنونه چی کار میکنی؟ به پای ناموسم هم. اون کیف چیز دیر پارتات قایم کردی؟ کیف ناموسم هم. تو که دایی راست میگی ها؟ به ناموسم قسم سرکار. غیر از مدارک و لوازمی که مربوط به خودش نیست، کارت شما تو کیف بود که باهاتون تماس گرفتیم آقای منفرد. میگه تقی باقلواس جلوی هموم زنونه به پای ناموسش بوده. اینم وسایل ناموسشه. در ضمن مدعیه که سرایدار باقی 16 است. مرتبا میگه جون مولا. بس تقی باقلوا توی؟ بی سجلم جون مولا. جواب سلام منو که میدی. برای اصفهان حقم داری. دلواپس کی هستی؟ با ناموسم بی کلید میچاد. آقا تقی، قاتل باتمان کی بود که میخواستن تو رو جاش اعدام بکنن؟ الودا، اما تو ناسوت اینجایی تقی جان. من هر کجای دنیا که برم بالاخره یه روزی برمیگردم میشه تقی باقلوای خودم. شاید اون روزی که دنیا دست از محبش شسته باشه یا محبش دست از دنیا. بله گلبانو. کدوم گلی بودی تقی؟ با بردن اما لفتونی جون مولا. چی؟ من یه ساعت گذاشتی اینجا پشت در. باز کن این درو، سرما میخوره به وقیم تیر میکشه. دل با پسی مردم به جون مولا. یه ساعت اینجا دارم راه میرم.
بیا تو ببینم چی میگی. مرده خرام به قولا نمیرسم. بگو تقی گوش میدم. گنده باقالیه در اومد. آهای قاتل باتمان. قاتل باتمان؟ آره. کاش من اونجا بودم یه دستی به سرش میکشیدم. خب بعدش چی شد؟ دستش سرشونم پرسید ملا باقر شناسته. آره حالا بهتره. ببینم تقی به یاد قدیما دوباره منو میبری زیارت؟ با زیارت که بی تو ارتکابه. ولی تقی راستاسی ترون خیلی آباد شده ها. از خرابی ماش آبادان. من خودم خراب ترونم، نمینم دوباره باز نقنق کنی ها. علی نگرانی من ورود یک بازیگر قدیمی و حاشیه دار به فضای سالم فرهنگ و هنر کشوره. گرچه قده سر این خانم هم نگرانی دیگه منه که نمیتونم بی تفاوت باشم. لکن اخلاقا متعهد و مسئولم تا پاسخگو باشم. تو رو خدا باور کنید آقای منفرد. البته که باور میکنم، چون وضعیت مدیریتی شما هم قابل درکه هم قابل تحسین. گرچه ما هم به دلایلی نگران پشت صحنه این ماجرا هستیم، چون اتفاق ورود شب اول این خانم یک ترور تمام عیار بود ولی ناموفق. حالا شما تو رو خدا باور کنید. عجب. بله آقا، من منظور حرف دل شما رو خوب میشنافم. به همین دلیلم خبر آقا روباه رو تلفنی به شما ندادم. اینجوری خوبه؟ حدودا. شب تاریک و مرکب نقلیه رام و
راهی هموار با سوسن خانم. من در تلفن و موبایل جوانب احتیاط و رعایت میکنم. شما چطور؟ وا آقا، منم رعایت سرم میشه، البته اگه شما سر قولاتون باشین. من که سرشونم، شما اجالتاً رعایت سرت نشه همه چی ردیف میشه. زنی که نجس قاتل پدرمه، برای خلق الله هم خطرناکه. برای شما چطور؟ خب اگه هوس بازیگری به سرش بزنه، غیر من بازار خیلی ها کساد میشن. دیدمش دادگاه منکرات. خب بگو ببینم دیگه چطوری؟ پولم برسه، ستاره سینما بشم، دیگه خوب خوبم آقا. سلام، شماره شما ثبت شد، لطفاً بعد از صدای بو پیغام بگذارید. متشکرم. سلام آقای منفرد، گلاری هستم. نگران نباشید، مشکلی پیش نیومده. فقط تماس گرفتم بگم یه خاطره شیرینم مولای نازنینم طلب شما. خواهر لیلا جد محبش. متقابلن سلام خانم، شب شما بخیر. الو، پیغامتون رو شنیدم، من خارج از شهر هستم. هر لحظه. بشین بنویس و بنویس ببینم آخرش کجا رو میخوای بگیری. تقیب آقلوات اومده. حالا تو بگو تقیی نمیدونم مفنگیه، بنگیه، تریاکیه، چنان شیرهیه، هرچی. تقیی جون، من شیدای همین صدای چنین و چنانتم. یعنی تو از دست من ناراحت شدی؟ وقت چشاته، من عوش تقیب آقلوات. تو خودت میدونی که من آدم خوشخیالی هم. تقی ببین، قپی سوا، خوشخیالی سوا. چشم. تو عمری منم اصلا نیدم دارو مارو بخوره، این پر ناز خوابیده. سیاحت کنم تقی و مچل. شکم یقین شد دهلوی و مولوی هم از این محوشو داشتن. دست بردار تقی، خوابم نمی برد اومدم با تلویزیون تماشا کنم. صدریه یک رفیق تقیه، خونش سر کوچه است، با یه زن و دوتا بچه است. سلام خانم. سلام آقا، خیلی خوش اومدی. ممنونم. درام نویسه، داشمون سینما ریسه. امشب داری قافیه میری یا تقی؟ عباد خالص بوده، توپ توپی. ببخشید خانم، پس امکانش نیست سوال بفرمایید؟ گفتم که این روزا آقای مقامی خیلی گرفتارن، حتی به منم وقت نمیدن. بسیار خوب، در هر حال این چند خطی رو که نوشتم تقدیم کنید خدمتشون. میذارم تو کارتابلشون، شاید آخر هفته فرصت کنن یه نگاهی بندازن. یعنی چی شاید خانم؟ ببینید من اصولا نمیام وقت مدیران سینمایی رو بگیرم. قضیه مرگ و زندگی یکی از افراد سینمایی پیش اومده. متوجه این چی میگم؟ گفتم خبرشون کنم، شاید لازم بشه. خیلی خوب.
نه عزیزم، مهم نیست. نکبت جای محوشو میدونه ولی نگفت. مهم نیست، خودم یه سر نخایی دستم. در مورد چی؟ غذا تو بخور. بله؟ سلام، خانم گلاری تشریف دارن؟ بله خودم هستم، بفرمایید. من از دفتر آقای مقامی تماس میگیرم. آقای خانی مشاور ایشون میخواستم با شما صحبت کنم. البته، اما در چه رابطه ای؟ گوشی لطفا. معذره که آقای مقامی لازم دونستن ضمن ابراز نگرانی در مورد وضع جسمانی شما آمادگی این اداره رو در رابطه با پیگیری درمان شما به اطلاع رسونده باشن. لطفا سلام منو خدمت ایشون برسونید. اگر خیال داشتم جراحی کنم به شما اطلاع میدم، ولی من فعلا چنین قصدی ندارم، به خصوص که واقعا خیال ندارم در این چند نفس باقی مونده بازم بدهکار دیگران باشم. البته جسارت نباشه ها. ماسیا جون مولا، کار عیالش موش. همسر آقای صدری حتما خانم هنرمند و مقبولیه با این دست پخت عالیش. من اشتباه بزرگی کردم، ولی قصد سویی نداشتم خانم. میدونم، ولی ازت گله‌مندم چرا از خودم نپرسیدی. انتقاد شما وارده، لااقل نباید به این زویی موضوع رو با مدیره سینمایی در میون میذاشتم. استاد، از دست من ناراحت شدین؟ با عد و عطفار و آرزوهای خام و سبک تو سینما به جایی نمیرسی. چند بار بهت بگم شراره. خانم دکتر، مگه همه اونایی که تو سینما بازی میکنن هنرمندن؟ تو میخوای بازیگر موندگار بشی یا یک ستاره یه سفارشی زورکی موقت؟ ها؟ یه دقیقه بگیر. بله؟ سلام خانم. بله شروین هستم. خواهش میکنم. ممنون بچه، خداحافظ. سلام آقای مقامی، ممنونم، شما خوب هستی؟ بله، شنیدم اومدی. من با مهوش در چه رابطه ای حرف بزنم؟ آقای مقامی، الو، سوسن، سلام. نه با منم شراره. ببین خبر دارم برای توپ. جای محوش رو پیدا کردم. حدس بزن کجا. شراره تو مطمئنی؟ کی بهت گفت؟ دکتر شروین؟ گوشی رو نگه دار، همینجا تو مز کن. چطور مگه؟ باز ناچارم تنهات بذارم. تماس بگیر عزیزم. راستی یادم رفت بگم، سعید شوهرم. شوهره؟ هم. تو میخوای با شوهر بیای تو سینما شراره؟ چه ربطی داره؟ شوهر جدا، سینما هم جدا، نمیشه؟ انگار خیلی از مرحله پرتی. جدا جدا. متاسفانه امروز خانم مهوش اصلا حالشون خوب نیست. بنابراین با عرض معذرت از خبرنگاران جرایید، تقاضا مندم که فردا تشریف بیارن. آقای صدری، تو رو خدا تلفن اینجا رو به هم بدین. میخوام حال خانم مهوش رو بپرسم. خیلی خوب. اگه قول میدی به کسی دیگه نمیدی یاد داشت. سلام آقا. پینوکیو تو باغ پدر ژپتوه. تلفنشم براتون گرفتم.
خیلی دوستت دارم تقی، ولی دیگه سرزده تو اتاقم نیام. فرق سرم پاشنه. چش مبش همیشه نماز میخونی؟ نه، پاری وقتا که نیازمند میشم و دلگیر الله کلنگ ریخت پاشی به کمرم میزنم. ملای نازنینم میگفت نماز ریخت و پاش رو هم خدا به کرمش جمع و جور میکنه. گفتم ملا من نامم سیاس، یه پارچه خلافم، تو به کار منم میشه؟ گفت سغرا خدا اصلا عاشق توبه گناهکاره، ولی افسوس که رفت رفت. ملا کیه مهبش؟ یکی این تو، فقط تو رو زمینی، ملا رو آسمون. کاش بدی بگی صدری بیاد تا براش از ملای نازنینم بگم بره قصهشو بنویسه. ما هم اینجاییم خانم، داریم با عزتون گوش میدیم. آقا صدری چرا نمیای تو؟ اه تلیفه گمونم عیالته. امشب پلاس کوچه ای دوباره دارم. احتمال داره آتقی، ما ایما همین یه بانو اسیرشیم دو زانو. بله سلام خانم گلاری، شما منفره؟ علی توی؟ چطوری؟ قربانت. بله گوشی گوشی تنو. سلام آقای منفرد، نمیدونین همش خدا خدا میکردم که زودتر یه مشکلی برام. میدونم من دیشب چند بار تماس گرفتین، اما من تا اومدم گوشی رو بردم. پیغام شما رو روی موبایلم داشتم، ولی اولین دفعه است با شما تماس میگیرم. پس من خیلی خیالاتی شدم، کی میدونه شاید الان راستش فرصتش رو پیدا نکردم، ولی خوشحالم از این که سلامتید. زیادم مطمئن نباش، چون خواهر لیلا جدم تیغه. پروندم زیر دست خودته، حتما میدونی که. الو الو آقای منفره، چرا صدا تغییر کرد؟ من دارم صدای شما رو خانم، بفرمایید دارم گوش میکنم. من گوشم با شماست، چون شما حرفایی داری که باید به من بزنی. شما داشتین یه چیزی راجع به خودتون از پرونده‌تون میگفتین. تو پرونده من اسمی از پدر، مادر، خواهر یا برادرم هست آقای منفرد؟ نیست. اگرم پدر و مادری داشتم انقدر گمنام بودن که اسمشون قابل ذکر نبوده. تا جایی که یادم همیشه حسرت یه خواهر خصوصا یه برادر رو به دل کشیدم. هر شب تو خیال خودم حسرت یه برادر رو. ای وای صدای بچه میاد. اتفاقا علی هم یه خواهر کم داره. سلام خانم مهوش، من همسر آقای منفردم. سلام خانم منفرد، ببخشید که مزاحم شدم، اصلا فکر نمی کردم. البته من هر آنچه رو که باید بفهمم فهمیدم. علی آقا به لحاظ شغلشون گاهی دل سنگی دارن، من به عنوان خواهر. البته اگه خواهرتون بدونید. باعث افتخار منه خانم، اما صدای اون بچه ناز دوست داشتنی حواس منو پرت کرد. Oh, no, 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 no,
بله. الو، حرف میزنی یا قطع کنم؟ سهرا، من که خیال ندارم قطع کنم. تو چطور؟ من گوشی دستمه، تو چطور؟ حرف بزن تا زنده ای. به کوری چشم تو من زندم، تو چطور؟ من خودم به وقتش زبون باز میکنم و میکشمت، تو چطور؟ تو هنوز زن من و قاتل پدرم ملایی. زبونت وا بشه میدم دادگاه منکرات. صدات به تنابنده اینه میرسه به غیر از من. از گوش بده به حرف شوهره. تو شوهر منی؟ خودت دیدی که پدر جلوی چشمای هیزت منو به عقد خودش در آورد تا به تو حروم علال عبد بشم. حروم و حلالش با من. من تو رو زن صیغه خودم میدونم، تو چطور؟ من جای مادرتم عاشقا. تا حالا کی ننه خودشو صیغه کرده؟ ملا در حال سکرات و احتضار هزیون میگفت. محتضر مجنونه، عقدش هم نامعقوله و نامشروع، چون تو زهر خورش کردی محوش. من؟ تو مسمومش کردی تا زنش رو زمین های وقفی مخدوم رو دستاب کنی. کافه خون بگیر. ای خدا، منم تعجبیدم بودم واسه چی اومدی ایرون. میگه ایرونی ها همه دلشون واسه ایران تنگ میشه. بفرمایید. باش اومدید، بفرمایید. همین سالن رو برو. خوش آمدید. سلام. من به تمام سوالات شما جواب میدم، اگرچه هنوز سوال مناسبی ندارم. خانم مهوش، شما فقط به علت بیماریتون برگشتید به وطن؟ وطن آخر خط تمام آمال و آرزوهای هر کسی. بیماری بهانه من بود. از بازگشت به وطن تو شرایط فعلی خوشحالی؟ وطن در هر شرایطی وطنه. پس شما از گذشته به نحوی راضی هستین؟ این جمله از من نیست، که هر کس از گذشته خودش راضیه به نحوی مقبوله. خیلی در حسرت دستیابی به سینمای سابق هستن. بله، سینمای سابق با همه تلخیاش به مذاق خیلی شیرین بود. شما حاضرید بازم فیلم بازی کنی؟ سلام، احوال شما؟ سلام از منه، خوش اومدی. چرا نمیای تو؟ اینجا اتاق خواهرته. متشکرم، مزاحم نمیشم. میخوام با حرف بزنم، بذار تقی بره. آتقی غریبه نیست، از خودمونه. ولکم بابا گنده باقالی، میخوای بعدن مهوش دمار از روزگارمون داره وا بده دیگه. بیا تو بشین، هنوز نتونستیم با هم درست حرف بزنیم. چند تا کار خوردریز دارم که باید تا قبل از ظهر تمومشون کنم. خوردریزا رو بسپارین به خواهرتون مهوش، شما به کار اصلی برسید. وقتی اینطور از شرم و حیا سرتو میندازی زیر، رگ بیرگی مهوش برات میلرزه. پس من کی میتونم با برادرم درد دل کنم؟ کی؟ فردا شب. خانمم شام دعوتتون کرده. قابل نیستم، ولی با جون و دل برای بو کردن دخترت میام. غروب میام تا با آتقی و صدری بریم که از مولای نازنینت بیشتر برامون تعریف کنی. چرا با تقی و صدری؟ من تعریفی های دیگه ای هم دارم. مقدارش توی مصاحبت شنیدم. صدری از تعریف های شما خیلی خوشش اومد. من میخوام با تنها حرف بزنم. اینو متوجه نیستی؟ چرا؟ ولی اونی که متوجه اوضاع شرایط نیست خانم مهوشه.
اینجا هم لس آنجلس نیست. کسی هم فکر نمیکنه که تو منو برادر خودت خطاب میکنی از مولای نازنین تعریف میکنی. جفتمون میریم زیر رادیکال. من برام مهم نیست دیگران راجبم چی فکر میکنن. ولی برای من مهمه. نمیخوام رسوای شهر تهران بشم. میفهمی؟ آره. کم کم دارم میفهمم. مهوش و مولا رو هیچ کس باور نمیکنه. اما مهوش و علی منفرد که وا مصیبتا. نگران بودم نکنه اون شب تو بزرگراه رو از یاد برده باشی. نخیر. هنوز تنین صدای گوله ها تو گوشمه. چرا نمیگه اونا کی بودن؟ به جون خودت من نمیدونم. حتما منو با کسی دیگه اشتباه گرفته بودن. معمولا توی شهر تهران از این اشتباهات پیش نمیاد. ماجرای اون شب و مهوش رو زیاد جدی نگیر. هنوز خیلی حرف هست که باید بهت بگم. بعد دخالت نباشه و سوء تفاهم ایجاد نشه میخواستم بپرسم اصرار شما برای اینکه مهوش جراحی رو بپذیره و متولی این ماجرا این مجموعه شما باشه برای چیه؟ چون شما خیلی صادقانه پرسیدی پس اجازه بدین بنده هم خیلی صادقانه خدمتتون عرض کنم. خانم دکتر شروین، بنده فارغ از دغدغه های مدیریت های مختلف اداری واقعا معتقد و قائلم به اینکه به جای مدیریت بر سرها اگر بتونیم دلها رو نرم و جذب اهداف خودمون بکنیم اون وقت یک مدیر هنری هستیم، به خصوص در مواجهه با هنرمندان. مثل آرشیو سینما پر از خاطرم. چه خاطره ای بگم که جدا از سینما نباشه؟ اون دوره بازیگر زن خصوصا به توقعات کارگردان باید تن میداد. قربونتون خانم مهوش، این دورم تکرار همون توقعات به هر کس و ناکسه. سوسن، خب حالا چرا جلو خانم مهوش جفسازی میکنی؟ تو که هنوز پشت در سینما یا فیلم بازی نکردی. بذار لاقل یه نقش پنجم بهت بدن، اون وقت ببینم شوهر جونت بازم پات وامیسته یا نه. سینما شبیه زندگیه شراره جون. سینما سیم نماست جون مولا، تو سیمت به کجا وصل باشه؟ راستی داروی معجزه‌گر براتون آوردم، کافیه فقط یه کپسولشو بخورین هر دردی به خصوص سردردهای میگرنی رو کلن از بین میبره خانم مهوش. خیلی متشکرم سوسن جان، ولی من هیچ داروی مصرف نمیکنم. میگم خانم مهوش، من اینقدر دوست دارم با شما یه فیلم بازی کنم که نگو. اتفاقا با طبع لطیفی که داری شراره جون باید خیلی مواظب خودت باشی. همین الان یکیشو بخوری خانم مهوش، عین دوپینگ شما رو میسازه ها. چشم سوسن جون، شاید بعدن امتحانی یکیشو خور. چطوری تقیی؟ سلام آقا. حالتون خوب آقای فرشاد؟ ببخشید ما دیگه داشتیم میرفتیم. همون مهوش، همون کادر، همون پلان، سینک سینک، تیپ آوانگارد، فوتوجنیک، خوش استیل و سوپر استار. و متهم ردیف اول فیلم فارسی. منظوری نداشتم، میخواستم بگم از این که سر حال اروپا هستی ذوق زده شدم. تو شاید همون فرشاد باشی، ولی من دیگه اون مهوش نیستم. خبر خوبی نبود، اما خلاف عقیدت هنوزم خوب و جوان و تازه موندی. تو که ظاهربین نبودی، تو همیشه با سوژه های دست اولت موج نو را مینداختی. سوژه ها که بیشترم شدن، ولی این مهوشه که رو بورسه. پس تو از بورس افتادی؟ چون اون مهوش خیلی وقت مرده. مهوش ها هیچ وقت نمیمیرن. جدی؟ بس بسم نکن خودکشی کنم فرشاد.
ولی ما از سینمای مردمی دور شدیم. سینما رو سینماگرا میسازن. تو چقدر مردمی شدی فرشاد؟ کدوم مردمی؟ وقتی پروانه نمیدن، وقتی این همه گرفتاری و تنگ نظری و سانسور. اگه بخوای بازم اون فیلمای قدیمی تو تکرار کنی؟ من همیشه تابع تهیه کننده ها بودم. غلط کردی. تهیه کننده ها موم دست تو بودن. تو خودت به تنهایی هم کارگردان بودی، هم نویسنده، هم تهیه کننده فرشاد. من خواهد تو سرم عروسک تو و ملیجک باتمان و دلخوش کنک مردم. من به زودی میمیرم فرشاد، ولی از من به تو وصیت، واسه مردم فیلم در نیار. تقی توی؟ چرا جواب نمیدی؟ چین فنگ شیم جونه مولا. چین فنگ واسه چی تقی؟ بابا واریز اول این مریض خونه میلیونه، بعدش دیگه آتیش سر قلیونه. خودتو لوس نکن تقی، من که چیزیم نبود آوردینم بیمارستان، فقط شوکه شدم، گلوله نخوردم. خانم مهوش، با منفردم تماس گرفتم، خارج از تهران بود، گفت هر طوری شده تا عصر خودم میرسونم. ای کاش یه نیمه شب سرد زمستونی مهوش گوشه پیاده روی لاله‌زار میمرد. شوکی که شب گذشته به این خانم وارد شده وضعیت حساس ایشون رو بحرانی تر کرده و بهتر عمل جراحی بیشتر از این به تعویق نیفته. البته سومین جراحی چه نتیجه ای داره باید بگم از لحاظ پزشکی ریسک کم سابقه ایه. آقای منفرد، این زن در واقع داره با دردهای زندگی خودش رو میکشه. چشم از پس گردنم دارم، تو چطور؟ اشکال
سلام. بلا دوره انشالله. سلام. علی آقا چند ساعته که بیمارستانه. ترجیح داد منتظر بمونه تا خودش رو بیدار شه. ممنونم آقای معفرت. با شأن شونات امروزت میدونم داشتن خواهری مثل مهوش برات ننگ، ولی مشیت خداست دیگه. میشه با خدا جنگید؟ از تقدیر الهی نمیشه سبقت گرفت. منم راضیم و تسلیم. از سر لاعلاجیه، بخوای نخوای یه خواهر درمونده و مریض مونده رو دستت. منم اگه میدونستم یه برادر قابل اعتماد دارم زودتر از امریکا برمیگشتم. شکست نفسی میکنی وحفش خواهم. فقط خدا عالمه که کی چی کاره است و چی تو دلشو و کی آقابت بخیره. در ضمن اون موتور سوارای بدلکارم افتادن تو قفس. پسر ملا باقرم بچه ها دنبالشن. یواش بابا، کندی در رو بیا آروم. دیگه چیه؟ دستگیره رو در رو برده جوش. بفرما بریم یه چایی بخوریم. ببین من خونه کار داشتم باید بیا. اگه بازم نگی دیالوگ فیلم فارسیه، به مهوش بگو بمیر، به خدا میمیره. این حرفا چیه میزنی؟ امیدت به خدا باشه، شاید این دفعه به لطف باشه. به روی چشم. یه بار دیگه میرم زیر تیغ جراحی. ولی نگفتی علی آقا مخارجش چی؟ هر کی خواهری مثل شما میخواد پای مخارجش هم وای میسه. البته نگران نباش، از چی به خودم پرداخت نمی. لوتی ها از برکت اعتبارشون مایه میذارن که از دخل جیب سنگین تره. نمیخوام تحمیل باشه، ولی اگه دوست داشته باشی مصاحبه خلاصه، به خصوص اگه از تجربیات اون دورانت باشه، فکر نمی کنم بد باشه. البته بازم هر طور که خودت صلاح میده. سغرا گلاری هستم، اهل دهاتی دور افتاده ما بین اصفهان و کاشان. از مادرم هیچ چیز به یادم نمیاد، چون وقتی یک ساله بودم نمیدونم فرار کرده، شایدم مرده. پدرم عروسک بازی دوره گرد بود. عروسکی داشت به اسم مهوش ولی شکست. بعد از اون اسم منو گذاشت مهوش، که به جای اون عروسک جلوی مردم براش برخصه. نوجوان بودم و رویایی که باتمان منو از پدرم خرید 100 تومن. میگفت منو خیلی گرون خریده، برای همین منو آورد تهرون تا ازم پول در بیاره. اول شدم کنیز و رقاصه خودش، بعد منو فرستاد تو قهوه خونه ها و روی سن کاباره ها. یک کمی که برا رو پیدا کردم روونه دنیای سینما هم کرد. اصلا شدم ستاره سینما. نمیخوام وارد جزئیات بشم، گویا از زندگی گذشتت راضی به نظر نمیای. حرف نامربوطی زدم، دیگه به گذشته اشاره نکنم. منم که این سوال ازش پرسیدم انگار آتیش گرفت و سوخت. هرچند هرگز برون نیاورد، ولی ملا خوب میدونست که مهوش کیه. پاری شب ها ملا ده میزد بیرون، منم که محرمش شده بودم با خودش میبرد تا هم پرستارش بشم و هم شمع دارش. پیره مرد از بس که تو آسیاب کهنه عشق ریخت آخرش خاموش شد.
سغرا دخترم حوصلت سر بردم. ملا شما میدونین من کیم؟ مگه تو میدونی من کیم؟ آخه من اونی نیستم که شما میبینی ملا. خب منم اونی نیستم که تو این عبا و ردا میبینی. من مهوشم. شما تا حالا اسم مهوش به گوشت خورده؟ مهوش؟ به به چه اسم قشنگی. مهوش یعنی مثل ما، پاک و پاکیزه. مهوش زربان مثل به فساده. مهوش غرق گناه و گناهکاریه. یعنی غرقتر و گناهکارتر از من؟ من از گذشتم پشیمونم، از عمر رفتم ناراضیم، چه کار کنم ملا؟ خب منم از عمری که به غفلت هدر دادم والله پشیمان و ناراضیم. این رسوخ را هر کی از گذشته خودش راضیه یا مغرور یا دروغگو یا ناامید از رحمت خداوندی. به خیالت شبا میام تو این آسیا و کهنه گندم آرد کنم. حالا کی از خودش راضیه که تو؟ مهوش بابا تو خیلی از سری جون مولا. حالا این ملای نازنین رو از کجا و چجوری پیداش کردی مهوش جون؟ وقتی که تغییر رو گم کردم. ببخشید خانم شایبین، الان برمیکردم. حالت خوبه تقی جان؟ به چشم من تو خیلی هم از ملا کمتر نیستی عزیز دلم. تو قطره بیریایی و ملا دریای بیریایی بود. قطره و دریا هر دو. تقی باعث بانی دعوای شدید من و باتمان شد که باتمان با لگد خورد و خمیرم کرد و سفته هایی رو که ازم داشت گذاشت اجرا و منو کشید به دادگاه. قاضی به تمام جلب نظر من پیغامی داد و به قید ضمانت خودش منو موقتاً آزاد کرد. باتمان توی زد و خورد تو کابارش به ضرب چاقو کشته شد. اون وقت تقی رو بیگناه به اتهام قتل باتمان به پای چوبه اعدام بردن. تو نذاشتی؟ وگرنه تقی دیگه پر. خب منم تا حدودی از شهرتم استفاده کردم تقی جان. کلی هم پول سرفیدی. اما کاش برات میمردم بانو مهوشم. به هر حال میخواستم بدونم چند سال بعد از انقلاب تهران رو ترک کردی؟ دوران جنگ بود که پرونده باتمان به جریان افتاد و باز منو احضار کردن. ولی این بار دیگه ترسیدم و فرار کردم به ولایت و زادگاه. نگفتم کفتر جلد همین دهی؟ بیا بریم. ولی آخه شما؟ من هیچکی نیستم. به عبا و ردامم نگاه نکن. اینو پوشیدم از سردی عرق شرم نلرزم. من تو اون اتاقه که تاریک و سرد تنها نبودم که از خودم وحشت کنم. کتاب ها و تألیف ها و جزوه های دست نویس ملا مونس شب و روزم بودن. اینجا مثل خونه خودته، راحت باش. ممنونم.
اتفاقا مقامی تماس گرفت و در مجموع از مصاحبه راضی بود و تشکر کرد. چون کار داشتم بیشتر نمیتونستم بمونم. میخواستم خیلی چیزا از ملا و پسرش برات تعریف کنم. که چطور به محض فوت پدرش اثر انگشت میت و پای اون اسناد آورد و زمینای وقفی رو بالا کشید. ولی دریغا که رفتی بی وفا. گفتم که بذاری مطالب از جانب شما سربسته بمونه. دیدی آخرش نتونستم با درد دل کنم. شما خواهر بزرگ منی. هولورم داشته که نکنه آخرش نتونم امشب خانومتو اون بچه قشنگتو بغل کنم و ببوسم. راستش به خاطر همین تماس گرفتم. میخواستم بگم که امروز صبح عموی خانمم فوت کرده. الو. بله. تسلیت میگم. اینم از اقبال محوشه. رسم زندگی همینه دیگه. در هر صورت من خیلی معذرت میخوام. آی نشنوم دیگه از من عذرخواهی کنی. زود باش، همین الان قول بده. باشه، قول میدم. در ضمن قول میدم فردا بیمارستان باشم. فردا دلخون نشم آقای خوبان. ما به قسمت خانه این خانم میگیرم. مهربونی نمیخواهی بدونی گذشته باز برگشته. امشب دل من از غم گرفته لبریز درد ماتم گرفته. عشق منو رد می کنی با من چرا بد می کنی با من تو قهری نمی دونی چه زهری همین قهر تو داره. مهوش عزیزم به پایت خون میریزم بیا آشتی دوباره بیا آشتی دوباره. چکی؟ اسخالتی؟ روز شما بخیر. از مهوش خانم چه خبر؟ جناب علی؟ چاکرت از اهالی سینماست. حتما از صنف محترم تماشاگران. اختیار دارین. حمل و نقل. انگار یه جورایی تیتراژ پایانی رو نمی‌بینین ها. با اجازه. چاکرای خانم. مهوش؟ شاید در ظاهر همون مهوشه اما متاسفانه در باطن همون مهوش نیست. کلی متحول شده، عوض شده. سلام عرض شد آقا. سلام جان. عاجزم از این که تأثیرات قلبی خودم رو به زبون بیارم. آقای منفرد متاسفانه از عهده ما خارج بود. متاسفم.
مسافرین محترم، ما تا لحظاتی دیگر در فرودگاه بین المللی تهران به زمین خواهیم نشست. به آن دست از هموطنانی که بعد از سالها دوری به میهن اسلامی بازگشتند خیر مقدم عرض نموده، از طرف خلبان و مهمانداران اقامت خوشی را در تهران برای شما آرزو مندیم. متشکرم. خانم محوش، حالا دیگه رو آسمان تهران هستیم، لطفا که آمده ایمنیتون رو ببندیم. بله.